خب امروز یه دونه آیفون 14 پرو مکس واسه آمده جای این دید که میبینید شیشه لنز پایین شکسته و میخواییم این رو هم یه تعویض کنیم ببینیم پروسه تعویض به چه صورته. با هم ببینیم که اینجا این اول من اینو زوم میکنم بذار خب اینا رو من چجوری عوض میکنم. اول این که تا اونجایی که میشه این شیشه ها رو این شکلی میاریم بیرون و از این طرف هم همینطور. خب بعد اینجاها خاک میره اون تو دیگه همجوری که میبینید. کاری که میکنم اول از این چسبا اینجا رو پاک کنم. خب کاری که میشه کرد اینه که یه تیکه چسب لازم دارم یه تیکه میبارم اون چسبای مشکی دو طرفه. این چسب رو ببین این شکلی میبندم دور این پنسم بعد شروع میکنم با ضربه زدن تا اونجایی که میشه هر چیزی خاک و اینا هست میزنم که به چسب ببین این شکلی گوشه ها مثلا اینجا ها. بعد این حتی میتونین یه ذره باز کنید بفرستین این پشت ها باکو بگیره به خودش. ببین اینجوری بفرستشون تو باشن تمام این پاک و هر چیزی که هست و میگیره به خودش. الان دوباره چسب خاصیتشو که از دست داد به تیکه دیگه بره پروسه رو یه چند بار اجرا میکنی اونجایی که به اون نتیجهی که باید برس. چسب تازه بر میدارم میشه رو میکنم که تمام خاک رو این بگیره به خاکش. خب ببین این قسمت رو میبینی این دور این لنز یه رنگی داره. خب حالا این رنگ از کجا میاد؟ دوانی که این شکلی پاک میشه این رنگ اینو باید چی پاک کرده؟ اون شیشهش هم خط داره اونو دیگه من نمیتونم کاری کنم. این تا اینجا این میشه بس یه مرحله هم آقا همه چی آوردیم بیرون. توی اینجا یه تیگه دستمال خیلی تمیز رو بر میداریم دوباره همین پنسمون دوباره میپیچیم و این لنز رو شروع کنیم باش برق انداختن. لنز باید تمیز تمیز باشه. ببین این شکلی شفاف. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا ما از رنگ لنز استفاده
رنگ لنز چیه؟ سوال خوبیه. رنگ لنز واقعیتش رو بخواییم، من این رنگ رو از یه قبلا هم توضیح دادم، از یه شرکت چینی گرفتم، اصلا نمیدونم چی به چیه، فهم میدونم کارش چیه، رنگ دیگه، یه مدل رنگ آبی خیلی تیز. یه چیز فلزی میذارم اینجا این صورت تمیز از این رنگ میریزم روش. همینقدر کافی، زیاد هست. و یک قطره از این یکی اینو که هم زدم میرم حالا روی لنز. کاری که میکنم از زوم کنم که ببینید اینجا از این رنگ بریم به این صورت. بذار زوم میکنم. این تا اینجا بعد هی چک کنین، اینجوری اضافه میکنید اینو. نمیذاریم اینجوری خشک بشه چند لحظه. به مثلا اینجا میتونیم اضافه کنیم، این یک دست بشه دیگه، سایه نه. خب این ببین رنگ کامل خوش شد، یه ذره جزئی اینجاها هست، اینجا رو میزنم. اینجاها چند تا نقطه هم اینجا و اینجا یه مقدار. لنز به شدت تمیز خشک شد، همونجور که یعنی ببینیم الان فرقی با این نمی کن. این را مقایسه کنیم، شیشه هم الان بیاد روش، میبینید کیفیت کار رو به چه صورتی. خب حالا اینجا رو یه ذره تمیز میکنیم. مرحله بعدی اینه که ما شیشه جدید رو بینیم چسب کنیم. خب
ببینیم که شیشه این لنز بزرگ بالا فکر کنم این شیشه به کارم دیگه نگاه به نظام بعد چون این مدل های پرومکس حتی مثل قدیم شیشه های ساده ای ندارن الان بهتون یه نمونهش رو نشون میدم که متوجه منظورم بشین این که میشه شیشه ای که بخوام مثلا اینجا بزنم به طور مثال این شیشه بغل قطرش یه چیزی حدود اینقدر قطر شیشه رو ببینید یه ذره چسب میخوام چسبمو پیدا کنم اینجا این مقدار از این چسب میزنم این دور خیلی کم و رو به بیرون رو به بیرون من دارم این که این شکلی چسبی هم هستش که چسبی که باز نمیشه قبلا فکر کنم راجب این چسب ها طور دارم چسب T9000 بعدش با مثلا سری E و مثلا T7000 اینه که چسبی که زود سفت میشه و این خاصیت سفت شدنش اینه که هم خیلی قویه و همین که موقعی که مثلا دوتا پارت رو روی هم میذارین برای چسبیدن چسب از اون زیر باز نمیشه و پخش بشه توی دستگاه خوبی که داره اینه حالا لنزمون رو یه ذره تمیز میکنیم این صورت بذاریم اینجا یه فشار جزئی میدیم که این بچسبه و این هم از این یه ذرم کلی حالا لابه قبیت همونجوری که میبینید ست تا لنز دوباره اگر سر جاش سوالی هر چیزی داشتیم مثلا حتما بنویسیم روی کامنت ها سعی میکنم جواب بدم و لایک و کامنت و سابسکرایب و دیسلایک و هر چیزی که فکر میکنید ویدیوها بیشتر دیده بشه انگیزه بالاتر و بیشتر انرژی بیشتر و ویدیوهای خفن‌تر. آره، استا ویدیوهای بعد.